آقا من شیوا هستم، به سری رپ خوش اومدید. موزیک ویدیوی جدید گروهی از تیم جرشاینا تولید شده. دم جرشا واقعا گرم، زودتر از توهینا اتحادی رو ایجاد کرد و نصف رپرهای ایران رو متحد کرد و توی خانوادگی. الان هم موزیک 8 نفره دادن بیرون و داریم ببینیم چیه و قرار نیست رسانه زرد بازی در برای مقایسه کنیم یا بخوایم الکی جنگ را بندازیم، فقط میگیم ایول به همشون و از کارا میخوایم لذت ببریم. توی این کارم خود جرشا، کیارب، ترین، حسین حرف، رضا پیکه، کهگل، بابک ماکاولی و احسان کین حضور دارن. بریم زودتر کارو بشنویم. اگه اشتباه نکنم اشکان کاغان هم تک کرده بودن، پس مثل خانوادگی دو موزیک کار باید اشکان کاغان زده باشه. Uykularımda benim gibi seni göremezler uykularında, kabusa dönüyorum benim de rüyalarında, yol kat ettikçe ben oynuyorum duygularında. تا اینجای کار که کاملا مشخصه یه فضای متفاوتی از خانوادگی دارن. توی خانوادگی بیشتر سعی میکنن در مورد ملیتشون صحبت کنن که آره همه مثلا ایران هستن و این چیزا، ولی اینجا دارن از خودشون بیشتر میگن و چقدر خوبن اینا، چقدر خوبن. شما فلو رو ببینین، سرعت رو ببینین، الان دو نفر اومدن یکی از یکی قوی تر، چقدر خوبن. What؟ برگردیم از اول یه باری که گوش کنیم. من ترجمه درشو چیز کردم. Uykularımda benim gibi seni göremezler uykularında, kabusa dönüyorum benim de rüyalarında, yol kat ettikçe ben oynuyorum duygularında, kabusa rüyaya dönüşüyor uykularımda. چقدر خوبن، چقدر خوبن. این از احسان کین که عالی بود. فلو، تکنیک، سرعت، من خیلی دوست داشتم. خیلی سریع دارن جا به جا میشن رپرا. البته این اوکیه تو آهنگ، ولی خب برای این که ما بخوایم بخونیم یکم سخته. بریم نفر بعدی. وایسین اول که رضا پیکر من خیلی دوست داشتم، الان فهمیدم چی شد. جرش اومده چند تا از بچه های خانوادگی دو رو جمع کرده که حالا صحبت کنن و این چیزا، ولی کیارب توی خانوادگی دو نبود بود فکر کنم. برحال داره میگه که چیکی چیکی بوم استفاده کرد. اینو فکر کنم بیشتر رضا پیشرو استفاده میکرد، نه یا دارم اشتباه میکنم. من مثل مولانا هست شعرام و فقط فاک نشون میدیم به کسی که حالا بخواد پشت خانوادگی دو صحبت کنه. اینم برای کسی که تو لندن حرف میزد. کی تو لندن در مورد خانوادگی دو صحبت کرده؟ من حاشیه‌ها رو زیاد دنبال نمی‌کردم، فقط می‌دونم نیموش و چند نفر دیگه در مورد خانوادگی صحبت کردن که حالا بده و نمی‌دونم مسخره‌اش کردن و کنه یه جنگی داشتن و توی لندن 021 جیو داریم که بعید می‌دونم اصلا از این کارا نمی‌کنه. 021 کید شاید، چون همه بهش دیس میدن، شاید اون گفته باشه مثلا و دیریلم میخونه و ادعا داره، نمیدونم، شاید دارم اونه. اگه اشتباه دارم میگم لطفا بگین توی کامنت. حالا یا باید نیموش باید باشن یا باز زیرو تونی وان کید اگه اشتباه نکنم. Yok çıkarmalı kelleden yerleri bara bara gitmeli, yollara değmeli almalı dilimize gelen sözleri etmeli, elinden gelen işleri hicre durmuşum bol ya kat edil sayan nat yaşayan azatlar o ya diye bile hakikat. Ha koçuluk ha işte ne diyeyim ne poşunu kap rap irani khini mi dinim omur meden pahşırı rap bora ve muştuma kalta mitsaş rahat izlenim eşmin ders çoğu tar çenem atasan muhtat mı ders mi muhbir mi kafa sır tuğa doyra ve zere bambala kim ki yine veş siz ders al ne diniş homeş ni khineş ama hani tuhmeşti kızı çek. به دمتون گرم واقعا. اینم کهگل داداش. خیلی فلوشون رو دوست دارم، خیلی فلوشون رو دوست دارم، خیلی تکنیکی هن. واقعا حزم میکنم چنین رپی رو تو ایران بخوایم بشنویم. دم جرشا گرم که باعث بیشتر شنیده شدن چنین چیزاییه. وگرنه من خودم مثلا شاید نمیرفتم چنین چیزی بشنوم، ولی واقعا حال میکنم. زمینی پاپی را بین پیچه سرپ بومی امسال دینا میده استان ایرانی باشد چاتی آوه هیده بده نگه بگو اویگولارم ده بینیم بی بی سینی گره امسال دینا میده استان ایرانی باشد چاتی آوه هیده بده
جاش گفت که با استایل ایرانی هدشات میشی، الکی تته پته نکن برام. حالا مثلا شاید زیرا تونی بانکی رو بگن که حالا مثلا اون بیشتر حالا الفاظ خارجی رو به کار میبره، میگه ما با ایرانی هم تو رو میزره زیر زمینی پاپی را بیم پیچه سر بومی هم سال گینا میده استان ایرانی باشد چا دیابه دیده بوده نگه بگو ایگولارم ده بینیم بی بی سینی گرم ازر ایگولارم ده کابوسا دولیورم بینیم ده رویالارم ده یول کت دیتک چه بن اوینیورم دویگولارم ده کابوسا رویایا دنشیو ایگولارم ده یه روی خواب پا شدم دیدم کیا رپم دیدم کلمه ها جلو چشم میرم میام فقط اسم گرفم والا، یعنی هی هرچی بگه کیار پا شدم دم کیار رپم خیلی باله. تمه دشمنامو میکشم با بیرحمی آخر سیبله ترجا باشه بازم تیرم میاد وسط دی نمیدونم اصلا کی بودم یه رو میشم علامه درد یه رو دیوونم یه رو میزونم یه رو خسته دست خودم زیر مشت و لگد منو میکوبن ای اگه میشناسی از تو منو جای نگو هرچی میدونی دربارمو دربارمو میبینی ولی دردمو نه هیچ دکتری نمیدونه درمانمو کافه برگرس با اوتولوگی هیچ دکتری نمیدونه درمانمو. آیا میتونم بگم به هیپاپولوژیست هست یا نه؟ میدونم که کیارم اهل این نیست که بخواد با نسل خودش علکی حاشیه و اینا درست کنه، ولی خب جنگی هم هست، یعنی ببینه کسی خطا میزنه میزنه لطا پارش میکنه و الان من نمیدونم باید به هیپاپولوژیست ربطش بدم یا نه. Daha yazıp oldu lügüne benzer dilim hızlı bak fantoma benzer rap finalı bas gönlüne benzer zihnim kalabalık çattı ki benzer önündeki barajlara hedefim ezer doğru sözler yanlışları kes واقعا مثل میگه داره میگه که کلمات تو سرمو خیلی سریع دارم مثلا همه رو روی هم میچینم و میگم و واقعا خیلی سریع داره میگه. یعنی چی حرفای واقعی تمام کارای اشتباهمو پاره میکنه؟ رپ واسم شبیه الکل و بیت مزش. این خیلی برام جذاب بود، تشبیه جالبی استفاده کرده بود. Bitmadı mezze, makamları yaratır birinci eser. Başkası kin, bizi gebeleri uyku var da biri göremezler. Taş yap çok bizi sövemezler, hedefimiz aynı bak buya benzer. Enteresan lan, güne bak dedim patladı çatladı pandemi. Rapimiz aspirin gibiydi, düşmanı incidi, dostları bir gidi deldiri bir gibi. Kin esmiş hem bağlı, yani çeğat daha da ama esma sohbet kona. Ahi kin yani mesela çiz dige, az o nazar bakalım hesap konim. دو پهلووار میشه از اسمش استفاده کرد، ایهانوار استفاده کرد، طرف کین داره کسی جرئت نمیکنه سمتش بره. بینیم بی بی سینی گرمزر ویکولارم ده کابوسا دولیورم بینیم ده رویالارم ده یول کت دیتکچه بن اوینیورم دویگولارم ده کابوسا رویایا دنشیو ویکولارم ده. اینو توی خانوادگی دو هم گفتم، واقعا کسایی که حالا جرش انتخاب کرده توی شهرهای مختلف محشر بودن تکنیکی و انقدر خوبن که هیچ حرفی براشون نمیتونی بزنی جز این که هد بزنی با این و بگی به 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 چه تکنیکی چه فلوی با کار ترینم مخ و هنگ و رو بیتا منو که میبینی در رو میدم به شما بیلا خوب فن و قلب و میام اکف ای پاپو از دل گم رو تو رگ جا خون رف نونم و بازون میده میرن خوب بازود پقولم و جادو میکنم یه جوری که نفهمی تو دوده کجا بود یه خونتون داغون تش کنم دوتا فوت بله این از تایین من تایین دوست دارم توی رپرهای دختر، ولی انتقاد منفی کنم توی خانم دو کارش خیلی بهتر از اینجا بود و استعدادشو داره بهتر از رپ کنه. یعنی از نظر خودشو بخوایم مقایسه کنیم مثلا این صد خودش نبود، شاید خیلی بهتر از این میتونست ظاهر بشه اینجا، نمیدونم چرا اینجوری بود. منی دشمن و تارک آگا آگا دیتت گشتو هاو زان گشتو راو چار من اگنده هر گره ننده منی برگا پین گشتو سنگتر جنده برون دون چو پیدا بنده جا شا همی جا همی آگا همی راها پیدا بیتت گو مترو. مثل پوری استایلش خیلی گنگ حسین هفت و هرچی میگه احساس میکنی واقعا میاد گنگ خالیه و پیاده سازش میکنه، فقط حرف خالی نیست، میگه استایل رپ کردنش خودت خیلی خوبه. دیگه تو کم مروسو یا به واسطه نو شاتون گفتم سیده دایرکت اگه من گنده هی وا هی ده وا دیره هم گو شو گاری اوی گولارم ده چقدر تش خود من اینجا و شما نیستی benim gibi seni göremezler uykularında kabusa dönüyorum benim de rüyalarında yol kat ettikçe ben oynuyorum duygularında kabusa rüyaya dönüşüyor uykularımda میدوام لب تیغاتیز بگو وجود داره بگیره پر کیواتی. یه چیزی استایل اینجا جرشال شبیه یاسی خانمادگی نبود روی یه صندلی نشسته، حالا البته نباید مقایسه کنیم نه علکه حاشیه درست کنیم، بریم ببینیم جرشال چی میگه. چون ماها سر پیازی من رپ فارس و غلاف کردم اومد رپ ایرانی نگاه.
چه لفظ بود؟ من رپ فارس و قلاف کردم، اومد رپ ایرانی. رپ فارس و رپ ایرانی چه فرق میتونیم بذاریم براش؟ شاید منظورش اینه که اتحاد کل ایران رو ایجاد کردم و مثلا فقط یک نفر نبودن. راست میگه دیگه، فقط قوم فارس نبودن، همه قوم ها اون جدا بودن. صد در صد این کازه میتردستم، حق تو آسین دارم، میشم جاویدان نگاه یا سلسه بود ولی تاریخ ساختم. من میکنم رنده پشت سرهم، بستم به نبض کل شهر. من خودم مغز کل نقشم، من خودم دست پشت پردم. خونواده جم، خونواده جم داشتی توی خون مای رب روی مود کاملا پس در سلکا انتلکا. وقتا چه واسه سر بایدن ساتورو بیارم بره پن به کنار. میرزا جنگل اقوت به شمال اساسمه که تارت پس بیا. پروسر کار دقیقا اشکان کاغان بود، ولی با احسان کین، یعنی اولین شخصی که رپ خوند و بیت کارم دوست داشتم. قدرت و تکنیکی هم همه محشر بودن. جرشام که آخرین نفر اومد صحبت ها رو کرد و گفت من همون دست پشت پرده ایم که یه تاریخ ساختم و هرچی بگه به نظرم ادعایی نیست که نشه ثابتش کرد، چون واقعا یه کار خیلی خیلی بزرگی رو انجام داد توی خانوادگی. حتی همین کار هشت نفره هم کار کمی نبود که مثلا بخوایم بگیم هشت نفر رو جمع کردن و یه موزیک ویدیو اینجوری دادن، همین هم تازه کار خیلی بزرگیه. و دمش گرم، من که از ترک لذت بردم. دقیقا همونطور که گفتم جواب کسایی بود که به خانوادگی دو حالاتی که انداخته بودن و با جرشای کوچولو بیفرگیزی داشتن و مثلا مسخره بازی و تیکه و هرچی که داشتن، جواب اونا رو داده بودن. ولی انقدر تکنیک بچه ها خفن بود، انقدر لهجه ها جذاب بود برای من که فقط باید هد میزدی و لذت میبردی و واقعا نخسته کننده میشه برات آهنگای اینجوری و خیلی لذت میبری از چنین رپرهایی که توی ایران هستن. امیدوارم شما هم لذت برده باشین. نظراتتون توی کامنت ها بنویسین و لایک و کامنت و سابسکرایب تماشاتون نشه. حتما 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 از من حمایت کنید و مرسی که هستین. عاشقتونم. تا ویدیو دیگر.